در نیمه شب آرامی از بهار در دل کویر مرکزی ایران مجموعی از آنتنها و سازه های ناشناخته در سکوت زیر نور ماه می درخشیدند. پایگاهی که روی هیچ نقشه عمومی دیده نمی شد حالا میزبان پروژهی بود که بسیاری از کارشناسان خارجی فقط در حد شایعه دربارهش می شنیدند اولین رادار کوانتومی نظامی ایران این فناوری نوظهور می توانست قواعد بازی جنگ الکترونیک و نبرد هوایی را دگرگون کند اما داستان این دستاورد چگونه آغاز شد و چه ابعادی در آینده می تواند داشته باشد در دهه‌های گذشته همواره بزرگترین چالش پدافند هوایی کشف و رهگیری هواپیماهای پنهانکار بوده است جنگنده های مانند F-35 و بمب افکن B-2 با طراحی ویژه و پوشش جاذب رادار عملا احتمال کشفشان توسط رادارهای کلاسیک را کاهش می دادند. ایران که به دلیل تحریم ها به این نوع جنگنده ها دسترسی نداشت از همان ابتدا راه بردی معکوس در پیش گرفت اگر نمی توانی جنگنده پنهانکار به سازی رادار به بساز که پنهانکار را بی اثر کند. رادار کوانتومی بر پایه پدیده در همتنیدگی کوانتومی کار می کند به زبان ساده فوتون های جفت سازی می شوند که حتی با فاصله بسیار زیاد وضعیت یکی روی دیگری تأثیر می گذارد ایران با استفاده از این از توانست نمونه اولیه از سامانه ای بسازد که در آن فوتون های ارسال شده به محیط حتی اگر توسط پوشش های پنهانکار جذب یا منحرف شوند باز هم رد پای کوانتومیشان در گیرنده آشکار می شود این یعنی پنهانکاری دیگر پنهان نمی ماند گفته می شود اولین آزمایش های میدانی این رادار در سال 1402 در حوالی یزد انجام شد پرنده های بدون سرنشین پنهانکار داخلی که برای شبیه سازی دشمن طراحی شده بودند در برابر رادار کوانتومی آشکار شدند حتی زمانی که در ارتفاع پایین و میان تپه های نمکی پرواز می کردند. این موفقیت باعث شد تا پروژه به سرعت وارد فاز توسعه عملیاتی شود گزارش های نیز وجود دارد که نشان می دهد این رادار توانست رد پهبادهای آمریکایی RQ-170 را در فواصل بیشتر از 300 کیلومتر آشکار کند اما چرا این فناوری اهمیت دارد زیرا اگر کشوری بتواند جنگنده های پنهانکار را شناسایی کند یکی از برگ های برنده ارتش های مدرن از بین می رود آمریکا سالها سرمایه گذاری روی استیلت کرده تا از حریم هوایی دشمنان عبور کند اما حالا ایران ادعا دارد سامانه ای دارد که حتی بم افکن ب 21 هم نمیتواند از نگاه آن فرار کند این یعنی صلاحی نامرئی به سلاحی بیفایده تبدیل می شود ساختار رادار کوانتومی ایران شامل شبکه ای از ایستگاه های کوچک و بزرگ است برخلاف رادارهای کلاسیک که نیاز به آنتن های عظیم دارند این سامانه از ماژول های نوری و لیزری بهره می برد. انرژی مصرفی کمتر تحرک پذیری بالاتر و مقاومت بیشتر در برابر جنگ الکترونیک از ویژگی های آن است حتی اگر دشمن تلاش کند با جمینگ سیگنال ها را کور کند ماهیت کوانتومی فوتون ها اجازه جل یا اختلال کامل را نمی دهد این ویژگی یک انقلاب در دفاع هوایی محسوب می شود تصور کنی جنگنده های اسرائیلی قصد داشته باشند به تأسیسات هسته ای ایران حمله کنند آنها معمولا روی قابلیت پنهانکاری و پرواز در ارتفاع پایین حساب می کنند اما اگر رادار کوانتومی بتواند مسیرشان را از همان ابتدای ورود به آسمان عراق یا خلیج فارس آشکار کند نیروی هوافضای سپاه فرصت کافی برای رهگیری با موشک های دوربرد خواهد داشت این یعنی بازدارندگی چند برابر می شود بدون آنکه حتی یک موشک شلیک شود رسانه های غربی در ابتدا این ادعا را تبلیغات می دانستند. اما در همان سال ناتو یک رزمایش در مدیترانه انجام داد که در آن پرواز جنگنده های اف سی و بر فراز سوریه ناگهان توسط سامانه های راداری ناشناس ردیابی شد برخی کارشناسان حدس زدند که ایران نمونه ای از رادار کوانتومی خود را به دمشق منتقل کرده است همین موضوع باعث نگرانی شدید پنتاگون شد زیرا اگر فناوری کوانتومی ایران واقعی باشد فروش جنگنده های نسل پنجم آمریکا به متحدان منطقه عملا بی اثر خواهد شد اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود متخصصان ایرانی اکنون روی استفاده از شبکه رادارهای کوانتومی توزیع شده کار می کنند این شبکه می تواند مانند یک اینترنت کوانتومی نظامی اطلاعات را میان پایگاه جایگاه های مختلف در کسری از ثانیه جابجا کند در چنین حالتی اگر حتی یکی از ایستگاههای های دشمن را شناسایی کند کل شبکه فورا از حضور هدف با خبر می شود این سطح از یک پارچگی پدافند ایران را به یک موجود زنده با چشمان هزارگانه تبدیل می کند بازدارندگی تنها در سلاح هستهی خلاصه نمی شود گاهی یک فناوری دفاعی به قدری قوی است که دشمن را از حمله منصرف می کند رادار کوانتومی ایران اگر همانطور که گفته می شود عمل کند دقیقا چنین نقشی دارد این سامانه نه تنها حریم هوایی ایران را نفوز ناپذیر می سازد بلکه در صورت صادرات به کشورهای متحد کل منطقه غرب آسیا را به نقطه ای ممنوعه برای جنگنده های پیشرفته غربی تبدیل می کند. تصور کنید سال 2030 فرا رسیده است ناو هواپیما بر آمریکایی در خلیج فارس حضور دارد و دهها جنگنده ای اف 35 آماده پرواز هستند هدف آنها انجام عملیات روانی با نزدیک شدن به حریم ایران است اما به محض برخواستن رادارهای کوانتومی ایران حضور تک تک آنها را در فاصله 600 کیلومتری ثبت می کنند مرکز فرماندهی تهران در هم همان لحظه مسیر ارتفاع و حتی تغییرات ریز مانورهای جنگنده ها را روی صفحه دارد فرمانده ناو میفهمد که دیگر عنصر غافلگیری وجود ندارد او دستور بازگشت می دهد چون هر گونه پیشروی تنها یک از بین بردن نظامی خواهد بود رادار کوانتومی نه یک ابزار تبلیغاتی بلکه نمادی از تغییر تفکر در دکترین دفاعی ایران است این فناوری ترکیبی است از علم پیشرفته نیاز استراتژیک و تجربه سالها مقابله با تهدیدات مدرن شاید غربی ها هنوز درباره واقعیت آن تردید داشته باشند اما همانطور که یکی از ژنرال های بازنشسته روسی گفته بود اگر ایران واقعا به رادار کوانتومی عملیاتی دست یافته باشد بازی استیلت در جهان تمام شده است اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما